شما 11 تیر ماه 1400 خورشیدی و دوم ژوئیه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اعتصاب کارگران نفت و گاز در ایران. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. قبل از شروع یه نکته خدمتتون عرض کنم، از برنامه هفته پیش باید اصلاح کنم. هفته پیش گفتم که ابراهیم رئیسی مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. درست این است که رئیسی در فهرست اولیه تحریم شوندگان اتحادیه اروپا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در سال 2011 میلادی بود، اما شورای تصمیم گیری اتحادیه اروپا اسم رئیسی و حدود 50 نفر دیگر رو از اون نسخه اولیه در آورد و در نسخه نهایی 32 نفر تحریم شدند توسط اتحادیه اروپا که نام رئیسی در اونها نیست در اون فهرست. وزارت خزانه داری آمریکا در 13 آبان 98 ابراهیم رئیسی رو به دلیل موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 10 روزه که یعنی از 29 خرداد 1400 که اعتصاب کارگران پیمانی مراکز بسیاری از صنعت نفت و گاز ایران شروع شده. بیش از 30,000 کارگر صنعت نفت ایران در این اعتصاب سراسری حضور دارند. این اعتصاب و اعتراض در طول 10 روز گذشته به بخش‌های دیگر جامعه هم کشیده شد که اجازه بدید که نمونه‌های از این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها رو ببینیم بعد ادامه بدیم. کمپین 1400 2400 همه جمع شدن دارن میرن خونه. اعتصابات به کمپین 1400 نیروهای ارتباط بست. تاریخ است 3/4/1400. چهارم تیر ماه کارگر اونایی که دیدین مال کارگرای فاز دو پالایشگاه بیت بلند بهبهان بودند و همینطور چهارم تیر ماه کارگران پیمانکاری پروژه‌ای باید باشه کارگران پیمانی و پروژه‌ای پترو پالایش کنگان در اعتصاب سراسری کارگران پیمانکار نفت و پیمانی‌های نفت شرکت کردند. سه‌شنبه 8 تیر ماه پیوستن کارگران کارگاه نصب نیرو شعبه اندیمش به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت. سه‌شنبه 1 تیر ماه پیوستن کارگران شرکت جهان پارس شاغل در صنایع نیروگاهی به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت. سه‌شنبه 1 تیر ماه پیوستن کارگران پیمانکاری شاغل در پتروشیمی گچساران به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت. آمار رسمی میگوید 106,000 نیروی پیمانکاری نفت و روشن خواهیم کرد در طول برنامه که این نیروهای پیمانکاری با نیروهای پیمانی چه تفاوتی دارن. آمار میگه که بیش از 106,000 نیروی پیمانی نفت داریم که نمیدونم این آمار چقدر صحت داره. با مهمان محترم برنامه صحبت خواهیم کرد در این باره که این کارگران در شرایط سخت کار میکنن، حقوقشون کمتر از نصف حقوق کارکنان رسمی نفته و از بسیاری از مزایای کارکنان رسمی از جمله امکان استفاده از امکانات درمانی بیمارستان وزارت نفت محرومن. واکنش مسئولین پالایشگاه تهران به اعتصابای کارگران تا به حال مواردی از اخراج بوده است. مسئولین پالایشگاه تهران در واکنش به اعتصاب کارگران بخش اورحال این پالایشگاه فرمای تصفیه حساب و بین کارگران پخش کردند. اینا برگای اخراج تمام کارگرای شرکت نفت تهران، پالایشگاه تهران 700 تا کارگر دارن اخراج میکنن. امروز تاریخ اومدین ما اعتراض کردیم نسبت به حقوقامون، این برگار دادن دست ما واسه تصفیه، همه رو دارن اخراج میکنن.
ما از سمت ملت دولت یکی بیاد ما رو حمایت کنه، ما کارگریم، یکی بیاد ما رو حمایت کنه. این فرمای تصفیه حساب و بقیه جهان تو بخش اورحال پخش کردن. شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانکاری نفت چندین اطلاعیه داد در طول هفته گذشته، در اطلاعیه سوم به همین نکته اشاره میکنه. ششم تیر ماه نوشت، همانطور که در بیانیه دوم اشاره کردیم، یک توطئه کارفرمایان اخراج هاست. در برخی مناطق نفتی ما کارگران در محیط کار و خوابگاه های ما باقی مانده ایم تا مستقیما پیگیر مطالباتمان باشیم و اجازه ندهیم که در نبود ما کارفرمایان دسیسه گری کنند و دست به اخراج بزنند. کارفرمایان با قطع آب و غذا و دسترسی به سرویس برای رفتن به شهر و تهیه نیازهای غذایی مان دارند فشار می آورند که خوابگاه ها را تخلیه کنیم تا در عدم حضور ما برای پیشبرد پروژه هایشان نیروی جدید به کار بگیرند. در کنار این سیاست، در جاهایی چون اورحال اسدالویه به برخی کارگران فشار آوردند و گفتند بنابر قانون شما باید کار ناتمام در پروژه را تمام کنید و بعد به اعتصاب بپیوندید، وگرنه باید تصفیه حساب کنید و اخراج هستید، و به این ترتیب تلاش میکنند این کارگران را از اعتصاب جدا کنند. در مقابل این کار کارفرما، در واقع بعضی جاها کارگرای رسمی هم به اعتراض کارگرای پیمانی پیوستند. کارکنان رسمی شرکت پالایش نفت شیراز، شرکت نفت و گاز پارسیان، همچنین چهارشنبه دوم تیر ماه کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان در اعتراض به نحوه افزایش حقوقهای برخی و دریافت مالیات مضاعف مقابل در مقابل در ورودی پالایشگاه آبادان دست به تجمع اعتراضی زدند. با توجه به حکم صادره دیوان در سال گذشته، کارکنان پالایشگاه آبادان ملزم به پرداخت ماهانه 2 ردیف مالیات شدند که باعث شده عملا دریافتی اکثر این کارکنان منفی شود. لیست مراکز و کارگران شرکت هایی که به اعتصاب پیوستند منتشر شده است. این اسامی مراکز اعتصابی است در فهرستی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، مدام اضافه میشه. تا این لحظه، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، 72 مرکز صنعتی نفت و گاز پیوستند به اعتصاب تو این لیست، تا 65، بله این لیست مال هفته گذشته است. در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است کارگران پیمانکاری پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های وابسته به صنعت نفت و گاز از روز 29 خرداد اعتصابی بزرگ و بی‌سابقه را آغاز کردند. کارگران پیمانکاری نفت نه تنها به لحاظ سازماندهی گسترده این اعتصاب اتفاقی بی بدیل را رقم زدند، بلکه با اعلام حمایت و همبستگی با کارکنان رسمی جلوه‌ای شورانگیز از اتحاد طبقاتی را به نمایش گذاشتند. کارگران مراکز صنعتی که هنوز به اعتصاب کارگران نفت و گاز نپیوستند پیام همبستگی دادند، مثل کارگرای هفت‌تپه، کارگرای فولاد و مراکز صنعتی دیگه. کارگرای فولاد اهواز در پیام همبستگیشون خطاب به کارکنان صنعت نفت و کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها که به صورت گسترده در بیش از 70 شرکت و با جمعیتی بالغ بر 30,000 نفر دست به اعتصاب زدند، نوشتند ما کارگران مستقل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اهواز نیز در جسم و جانمان با کارگران اعتصابی و مقاومت علیه شرکت‌های واسطه‌ای، ظلم دولتی، دستمزد پایین، عدم ثبات شغلی و علیه تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یک رنگ و یک دل هستیم. به همین جهت فرصت را غنیمت می‌شماریم تا از همرزمان خود بخواهیم که با نیروی متحد تلاش کنیم تا به این اعتصابات بپیوندیم. بیایید نشان دهیم که ما وعده و وعید نمیخواهیم و زندگی بهتر را همین امروز طلب میکنیم. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران هم روز پنجشنبه 10 تیر ماه در اعلام همبستگی با معترضان اعلام کرد که به اعتصابات خواهد پیوست. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ضمن اعلام حمایت از مطالبات کارگران معترض صنعت نفت از حکومت خواسته است به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تأمین امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند.
در ادامه اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز، گروه های دیگر اجتماعی رو دیدیم در این 10 روز گذشته که با طرح خواستای صنفی خودشون وارد میدون شدن. گروه اتحاد دامداران تشکیل شده، بیانیه ای داده و مشکل عمده دامداران رو مطرح کرده است که بیانیه مفصلی است البته همینطور که میبینید و یکی از مشکلات مهمشون قیمت گذاری ناعادلانه شیر و گوشت، تحمیلی بر دامدار و تبعیضی که بین دامدار صنعتی و سنتی و غیره و غیره در جریان است. دامداران از گرانی علوفه و از طرف دیگه ارزان خری محصولاتشون در واقع به وسیله دولت عصبانیه. یک دفعه خودش نیومد بگه آقای گاودار، آقای قشه زحمت کرد، یوا اون نمد یا بوید، یا تو را برسید، یا باز نزی برسید، یا جهاد غیب الله فرسید، یا رئیس سجادی پور برسید، یک بار مثل مرد اگر دو رد داره بلند شد یا جواب باوره باوره گمچه میرسد زدگی بود بابا به سمون دردیه که تو استان فارس و استان خراسان دامدارا کف خیابون شیر ریختن و خشم و اعتراضشون رو در واقع اینجوری نشون دادن. یک شنبه ششم تیر برخی از دامداران استان مشهد در اعتراض به گرانی روزانه خوراک دام و قیمت پایین محصولات دامداری تجمع کردند. ششم تیر برخی از دامداران استان یزد و استان فارس به همین دلیل مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تجمع کردند. در اصفهان هم یک شنبه ششم تیر بعضی از دامداران استان اصفهان در اعتراض به گرانی خوراک دام و قیمت پایین محصولات دامداری مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان تجمع کردند. مسئله آب برای کشاورزی هم موضوع تظاهرات و تجمع دیگری بود در اصفهان که البته مسئله آب امروز یه هشدار جدی ملی است در واقع که باید یک برنامه مستقلی قطعاً بهش اختصاص بدیم. باری از گروه های اجتماعی دیگری که در پی اعتصاب کارگرای پیمانی نفت و گاز به خیابون اومدن کارنامه سبز ها بودند که قبول شدگان آزمون استخدامی رو اصطلاحا میگن کارنامه سبز. اینها دوشنبه هفتم تیر ماه در اعتراض به استخدام نشدنشون در آموزش پرورش برای دومین روز پی در پی مقابل وزارت آموزش پرورش تجمع کردند. گروه دیگر اجتماعی که در پی اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز اعتراضاتشون رو شروع کردند بر اساس بیانیه گروهی از پزشکان در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق جامعه پزشکی، بی توجهی به سلامت مردم، گسترش فساد در بخش مرتبط با سلامت و تخلفات گسترده وزارت بهداشت. سه‌شنبه هشتم تیر ماه تمام گروه های پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص در کرمان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و تهران دست به تجمع زدند. جامعه پزشکی اعتراض، جامعه پزشکی اعتراض. خب این که چقدر کادر درمانی، دامداران، معلمان، غیره غیره ادامه میدن به اعتراضاتشون برای رسیدن به خواستایی که مطرح میکنن بی تردید بستگی به چگونگی اعتراضها و اعتصاب کارگران نفت داره. در 40 سال گذشته سابقه نداشته اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز، کارگران نفت و گاز به طور کلی به این یک پارچگی و گستردگی. ششم تیر حکومت دست پاچه آمد، یک تقدیرنامه از کارکنان پروژه‌ای و پیمانی نفت منتشر کرد و در بخشنامه هم داد همزمان به ادارات و شرکت‌های تابعه که 10% به حقوق کارگران پیمانی اضافه شود. ببینین شما تا بله از سرپرست اداره کل تدوین هماهنگی مقررات استخدامی، اداری و استخدامی و بخشنامه شده به مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت و بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت
دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، به همه. و نوشته است که خلاصه میانگین وزیر، طبق گفته وزیر محترم نفت، متضمن اعمال میانگین اضافات شایستگی نظام ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی به استحضار میرساند. اضافات حقوق کارمندان قراردادی مدت موقت به میزان 10% و به صورت غیر تراکمی به مأخذ آخرین مزد روزانه سال 99 این کارکنان از تاریخ اول فروردین 1400 قابل اقدام می باشد. فقط البته کارمندان قراردادی مدت موقت. اصلا این 10% به حقوقی که می گیرن حقوق بگیران قراردادی ها، این واقعا شوخی مسخره است. اما خود این واکنش عجولانه حکومت به اعتصاب و هر کس 6 کلاس سواد داشته باشه از جمله ابراهیم رئیسی، نشان میدهد که چقدر اعتصاب کارگرای نفت و گاز مهمه و حکومت نمیتونه ازش بگذره، چون فلج میشه واقعا اگر ادامه پیدا کنه و به خواستهای کارگران نفت و دیگر اخشار، لایه ها و گروه های اجتماعی پاسخ داده نشه. با شروع اعتصاب کارگرای پیمانی نفت و گاز، جلسه فوق العاده ای در همون 6 تیر ماه تشکیل شد در کمیسیون انرژی مجلس. ترکیب جلسه رو ببینین، نشون میده که حکومت در اولین اقدام فکر برخورد امنیتی و پلیسی است با موضوع. ترکیب جلسه از وزارت نفت، از وزارت کشور، از وزارت اطلاعات و از سازمان اطلاعات سپاه. در خدمت آقای جعفر عظیم‌زاده هستیم، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. آقای عظیم‌زاده، بسیار خوشحالم که شما لااقل برای نمیدونم، امیدوارم دائمی باشد، از زندان رهیدید همین چند روز پیش و همیشه که زندان بودین شما، و من نمیدونم واقعا مدت زمان زندان بودن شما بیشتری یا مدت زمان بیرون بودن شما در طول این لااقل 30 سال 40 سال گذشته. 30 سال گذشته، همچنین سنی هم واقعا نداریم. خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای عظیم‌زاده، هم رئیس جمهور، هم وزیر نفت و هم مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت میگن کارگرای پیمانی اگه طلبی دارن برن از کارفرماشون بگیرن، کارگران پیمانکاری و پیمانی. اینا رو حالا بعدن ازتون خواهم خواست که تعریف بکنین برامون، ولی این صحبت که اگه اینا طلبی دارن، حرفی دارن، برن اینا شرکت مال شرکت خصوصی هن، برن با کارفرماشون حرف بزنن، یعنی از پیمانکارا برن بگیرن، و به صراحت میگن به دولت ربطی نداره، با ما که قرار داد نبستن، با دولت بستن. نظر شما چیه آقای عظیم‌زاده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های تلویزیون. من با صراحت و قاطعانه و بسیار محکم و شفاف میگم که غلط میکنم، برای اینکه این شرکت های پیمانکاری و کل شرایط که امروز کارگران ایران با اون مواجه هستند از مریخ نیومده یا ترامپ نیومده این وضعیت رو ایجاد بکنه. 40 سال 42 سال این وضعیت در جریانه و دولت به عنوان قوه مجریه مسئول این وضعیته. شرکت های پیمانکاری با وزارت نفت قرارداد میبندن و این شرکت نفت در واقع کاری رو که طی 40 سال 42 سال گذشته کردن و به ویژه طی مثلا همین 10-15 سال گذشته، تمام بخشای وزارت نفت رو، شرکت‌های تابع وزارت نفت رو سپردن دست پیمانکارا، به ویژه پیمانکارای بزرگی که دیگه از انواع اعوان انصار خودشون هستن. این پیمانکارها در واقع وسیله‌ای بوده برای در دست دولت برای حمله به معیشت کارگران و دزدی از سفره اونها و ریختن اونها به جیب اعوان انصار خودشون. یعنی این پیمانکارها هم، بله خب، بزرگترین پیمانکارا، شاید بزرگترین پیمانکار به اصطلاح سپاه و خاتم الانبیاء. حالا در این باره ها اجازه بدیم من وقت شما رو در این باره نگیرم. جان، شرکت پتروپارس خیلی زیاده. بله، ببینید این کارگرای نفت و گاز چند نوع قرارداد دارن، همینطور که من در مقدمه اشاره کردم. کارگرای پیمانکاری به اصطلاح، کارگرای پیمانی، پروژه‌ای، رسمی، اینا چه فرقی با هم دارن؟ ببینید کاری که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته کرده در راستای تعرض به معیشت
کارگران و تشدید استثمار اومده از اواسط دهه 60 قراردادهای دائمی رو به مرور تبدیل کرد به قراردادهای موقت و به مرور انواع پیمان‌ها رو ایجاد کرد، از جمله کارگران رسمی یا کارکنان رسمی، کارگران پیمانی، کارگران قراردادی و الی آخر و کارگران مناطق آزاد ویژه اقتصادی. این چهار تا به ویژه و کارگران شرکت‌های پیمانکاری، یعنی همینجوری من میتونم فیلبدهای 5 تا رو برای 5 نوع قرارداد رو براتون بشمرم. یعنی پیمانکاری با یعنی پیمانکاری با پیمانی فرق میکنه؟ بله بله. بگین خواهش. شرکت‌های پیمانکاری اون شرکت‌هایی هستن که میرن بخشی از کار رو مثلا از وزارت نفت یا صنایع پتروشیمی میگیرن و تخصص و نیروی کار رو هم فراهم میکنن. این کارگران کارگران این شرکت‌ها هستن، هرچند که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کار میکنن. اینا کارگر پیمانکاری هستن، به اینا میگن کارگران شرکت‌های پیمانکاری. کارگران پیمانکاری اون کارگرایی هستند که کارگران... مشمول قانون کارن پیمانی کارگرای پیمانی و نه مشمول به اصطلاح قوانین خدمات کشوری هستن. اینا تحت مقررات استخدام پیمانی در شرکت نفت و سایر ادارات دولتی کار میکنن. اینها قراردادشون یک ساله است، همون اول قرارداد رو میبندن، دستمزدشون همون اول تعیین میشه طبق اون قرارداد، تا 10 سال میتونن این قرارداد رو تمدید بکنن. امنیت شغلی از اونجا که این پیمان یک سال است مطلقا ندارن. حقوقاشون در واقع تابع نظام پرداخت خدمات کشوری نیست، بر اساس همون قراردادی که بهشون بس باشون بسته میشه و به این معنا در طول سال دستمزدشون افزایش پیدا نمیکنه. هر موقع اینا رو نخوان اخراج میکنن. اینا عمدتاً هم نیرو به ویژه در شرکت نفت عمدتاً نیروهای متخصص و شاغل در واحدهای عملیاتی هستن. کارگران قراردادی اون دست کارگرانی هستن که به نهادهای مختلف، سازمانها، ادارجات مختلف رأساً خودشون دیگه استخدام میکنن با قراردادهای 3 ماهه، 6 ماهه. اینها دستمزدشون بسیار پایین تره، معمولاً 1/3 کارگران و کارمندان رسمی حقوق اینها هیچ تضمین، هیچ امنیت شغلی ندارن. عرضم به خدمت شما، من به کارگران پیمانی باز یه نکته دیگه الان یادم افتاد اشاره کنم. مرخصیاشون مثلا 15 روزه به جای عرضم به خدمت شما 30 روز و همچنین کارگرای قراردادی هم به همین منوال مطلقا اینها امنیت شغلی ندارن و هر لحظه در معرض اخراج قرار دارن. از امتیازات اون استخدام رسمی برخوردار نیستن. دسته دیگه کارگرایی هستن که تو مناطق ویژه و اقتصادی و مناطق آزاد تجاری کار میکنن. اینا شرایطشون باز بدتر شرایطشون. خب اینها از شمول قانون کار در کشور کلن خارج هستند. الان 10 منطقه آزاد تجاری و صنعتی در ایران وجود داره، از جمله ماهشهر و خود عسلویه و مراکز بزرگ دیگه. مطلقا اینها مشمول قانون کار نیستند. ساعت کار اینها 76 ساعت در هفته رسمیه، یعنی اینها اگر بیش از 76 ساعت کار بکنن اضافه کار محسوب میشه و تازه این مزایایی که بابت اضافه کار باید بگیرن باید با توافق کارفرما باشه. حقوقاشون توسط کارفرما تعیین میشه. در هیئت‌های حل اختلاف در اداره کار به شکایت اینها رسیدگی نمیشه. یک خود کارگر، یک نماینده کارفرما و یک نماینده سازمان منطقه آزاد در واقع به شکایت کارگر رسیدگی میکنه. آقای عظیم‌زاده در طول سال 20 روزه و ایام و جمعه جزو روز کاریشون حساب میشه. جمعه جزو روزهای تعطیل اینها نیست. یعنی من به جرات میتونم بگم که صدها هزار کارگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بردوارترین شرایطی که واقعا غیر قابل تصوره، من فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود داشته باشه، مشغول کار هستن. دسته پنجم کارگران شرکت‌های پیمانکاری هستن که دولت در بخش نفت و گاز، چون امروز بخش نفت و گازه این صحبت رو میکنم، از سالها پیش در شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی، خود شرکت نفت و کلیه شرکت های تابع کارها رو واگذار کردن به پیمانکاران، به طوری که الان کمتر از 1/4 کارگران شاغل در شرکت نفت کارگران رسمی هستن. این کارگران هم از اونجا که بخش زیادشون باز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت های پیمانکاری کار میکنن بدترین شرایط رو دارن. آقای عظیم‌زاده یه خود قاطی پاتی شد. ببینین، اولا کدوم یکی از این 5 دست کارگرانی که شما فرمودید در شمول قانون کار نیستن؟ کارگرای پیمانکاری، کارگران مناطق آزاد،
کارگران قراردادی، درست میگم؟ آره. این ستا در شما، آره. یعنی اینا حتی میتونن کمتر از حداقل جانم کمتر از حداقل دستمزدی که حتی وزارت کار مثلا تعیین میکنه، قانون کار تعیین میکنه اینا. خیلی خوب. میماند خب کارگران کدوم دسته از این پنج دسته‌ای که شما شمردید، پنج بخشی که خود البته حکومت این کارو کرده، کدوم بخششون در اعتصاب بودن و هستن؟ ببینید اعتصاب از اصلویه شروع شد. چه بخشی از کارگرا در چه حوزه‌هایی در اصلویه اعتصاب کردن و اصلا بگین شرایط کار در اصلویه چگونه، از خواستهای کارگرای اصلویه چیه؟ همه این کارگرانی که الان امروز داریم من شما صحبت میکنیم در اعتصاب هستن، کارگران شرکت های پیمانکاری هستن که در اصلویه، پتروشیمیای معاشر، از فولاد کرمان تا ارومیه تا اردبیل تا بهبهان تا مناطق مختلف کشور این شرکت ها گسترده هستن در صنایع نفت و گاز و شرکت های زیر مجموعه شرکت نفت. اینها الان کاملا در اعتصاب هستن. کارگران رسمی شرکت نفت هم قرار بود اعتراض بکنن، تجمع بکنن 9 تیر، ولی از اونجا که در مجلس صحبت شد و آقای روحانی قول و وعد و وعید داد، این کارگران اعلام کردن که چنانچه در آخر این ماه در فیش‌های حقوقشون اعمال نشه اون چیزی رو که میخوان، در واقع خودشون رو مشمول ماده 10 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت میدونن و محدودیت دستمزد آنچنان اونجوری که در خدمات کشوری است اینجا محدودیت دستمزد برشون قائل نیستن، اگر این محقق نشه قرار باز اعتراضات خودشون رو از سر بگیرن. خب یعنی کارگران پیمانکاری فرمودید که همه در اعتصاب هستن. خب ببینین سال 99 هم اینطور که حالا با این دقت شما تقسیم بندی رو به ما یاد دادید، در واقع سال 99 هم گفته شد که اسمشون کارگران پروژه‌ای گذاشتن، باز اینها اعتصاب کردن، چه نتیجه عایدشون شد و اعتصاب امسال اصلا به طور کلی میخوام بدونم چه تفاوتی داره با اعتصاب کارگرای پروژه‌ای نفت در سال گذشته، اگه درست میگم پروژه‌ای. ببینید پارسال این کارگران 11 مرداد اعتصاب رو شروع کردن و ابعادش نسبت به الان خیلی کمتر بود، نزدیک 1 ماه این اعتصاب طول کشید و نهایتاً موفق شدن به بخشای از خواستاشون برسند و بعد اعتصاب خاتمه پیدا کرد. امسال خیلی سازمان یافته تر و بسیار گسترده است، همونطور که تو اخبار هم این بر اون بر به هر حال همه در جریان هستن، شورای سازماندهی اعتراضات کارگر نفت تشکیل شده و این اعتراضات رو سازمان میده، اعلام کردن که تا رسیدگی به خواستاشون، تا رسیدگی دستیابی به خواستاشون اعتصاب رو ادامه خواهند داد، در این حال که به نظر من به لحاظ سیاسی و اوضاع اجتماعی حاکم بر ایران این اعتصاب رخ داده، در برمتن این شرایط اتفاق افتاده، در شرایطی که همه بخش‌های جامعه در حال اعتراض اعتصاب هستن، از پزشکان بگیر تا امروز من شنیدم مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا معلمان تا کامیونداران، همه جامعه در واقع در حال، بخش‌های مختلف جامعه در حال اعتصاب هستن. به این معنا میخوام بگم که امسال شرایط بسیار فرق میکنه، به ویژه به لحاظ معیشت شرایط بسیار بدتر از پارسال شده و واقعا دیگه کارگران و به ویژه کارگرای پیمانکاری تحمل این شرایط ندارن، ضمن اینکه اینها در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسای عمدتا در اصالیه و مناطق جنوبی کشور هستن دارن کار میکنن، واقعا اونجا یه اردوگاه اجباری کار به معنای واقعی کلمه، هیچ امکاناتی ندارن، حتی یک نهارخوری ندارن، نهار رو اینها رو میارن دم کمپاشون، تو اون آفتاب باید برن تو صف وایستن نهار بگیرن، در اتاقهای مثلا 10 متری 7-8 نفر 9 نفر 10 نفر زندگی میکنن، زیر پاشون یک موکت فرسوده است، حموم، امکانات حمومشون، دستشویشون، روشویشون بسیار محدوده، به هر حال هیچ امکاناتی ندارن و علارغم اینکه این امکانات ندارن به لحاظ دستمزد و مرخصی و اینها هم در شرایط بسیار بدی دارن اصلاح کارو زندگی میکنن. ببینید وقتی اعتصاب چون بکنم که دور هستن، اونجا محل زندگی نیست، این نوع مناطق در واقع کمپای کاره، خود اصلی رو میدونید که یک منطقه بسیار بزرگ و وسیع اقتصادیه و صنایع به اصطلاح بیانات گازی و اصطلاح چیز میشه کارش انجام میشه، استخراج خوراک صنایع پتروشیمی اونجا استخراج میشه، فراوری میشه،
یه منطقه بسیار بزرگه و به در آلودگی محیط اونجا هست، آلودگی صوتی هست، ایمنی کار وجود نداره، واقعا به یک معنا اردوگاه کار اجباری اونجا. ببینید اول که اعتصاب شروع شد هنوزم شاید حکومت به طور کلی سعی میکنه که سعی کرده است که کم اهمیت جلوه بده اینو و بگه که خلل چندانی در تولید به وجود نیورده و از اول که میگم اصلا به وجود نیورده و ولی از دیروز سر و صدای مدیران شرکت نفت در اومده. من چند تا نمونه فقط اشاره میکنم برای بینندگانمون آقای عظیم‌زاده. مثلا جایی که کارگران جوشکار پایپینگ که رو خط لوله نفت و گاز کار میکنن اعتصاب کردن، یا مثلا اعتصاب کارگرای تلمبه‌خانه پنج بندر عباس، من عین نوشته رو میخونم: با این اعتصاب یک پروژه ژئو استراتژیک و امنیتی در حوزه نفت که هدف از آن دور زدن تنگه هرمز از طریق انتقال نفت از گره به جاسک بود متوقف شد. پروژه‌ای که در مراحل پایانی ساخت بود و در شرف بهره برداری قرار داشت و حتی تزریق نفت با آن عملا کلید خورده بود، علارغم فشار وزارت نفت و پیمانکار برای تحویل پروژه در آخرین روزهای دولت روحانی، با قدرت اعتصاب کارگران متوقف شد. آقای عظیم‌زاده عزیز، خواست کارگران پیمانکار نفت و گاز، اصلا ببخشید، خواست کارگران اعتصابی نفت و گاز دقیقاً چیه؟ ببینید اینا 6 تا خواست رو اعلام کردن: افزایش دستمزد، ارزم به خدمت شما 20 روز کار 10 روز مرخصی، برچیده شدن تعویق دستمزدها، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، ایمنی محیط کار و امنیتی نشدن محیط های کار. اینا 6 تا خواستیه که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی شرکت نفت اعلام کرده. ولی عمده به اصطلاح مطالبه گری روی مسئله مزد و 20 روز کار 10 روز کار و حذف شرکت های پیمانکاری. من یه نکته ای رو اشاره بکنم اینجا لازمه، اونم اینه که ببینید شرکت های پیمانکاری از دهه 70 به شدت مورد اعتراض کارگران ایران بودن، نه فقط کارگران را، اون موقع کارگران نه اعتراضات چندانی نداشتن، کارگران صنایع مختلف. خب نهایتا در دولت احمدی نژاد این دولت ناچار شد، هیئت وزیرانش مصوبه اینو گذروند که شرکت های پیمانکاری رو بر بچینه. نقطه جالب توجه اینجاست که وقتی دولت روحانی اومد سر کار، من قشنگ یادمه یک ماه بود مستقر نشده بود، یعنی اولین کاری که دولت روحانی انجام داد احیا و شرکت های پیمانکاری به سبک سیاق سابق بود، یعنی ابطال اون مصوبه هیئت وزیران دولت قبلی بود. این اولین کاری بود که در حوزه کارگری دولت روحانی، میگم یک ماه بعد از مستقر شدن، انجام. ببینید من انقدر سوال دارم و فرصت کمه که سعی می یک کاری که اینو خواهش میکنم کوتاه جواب بدین که من بتونم به سوالای مهمترم بپردازم. هم اعضای کمیسیون انرژی مجلس اینجا اونجا مصاحبه میکنن، میگن حقوق رسمی های نفت چندین برابر کارگر پیمانی نیست یا کارگر پیمانکار است و بخش های دیگر است، و اینجا و اونجا میخوندم در حتی خبرگزاری ایلنا، مثلا خبرگزاری کارگری حکومتی ها، که 21 برابر حقوق کارگرهای رسمی ها بیشتر میگیرن از کارگران پیمانکار و اینا. ببینید سوالم این است، آیا این حیله خلاصه تبلیغات، دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی، یا شاید حتما آدماشون هم در بین کارگرها هستن که بخوان نفاق بندازن در واقع بین کارگرها و ضربه اعتصاب و در واقع ضربه گیر اعتصاب باشه در واقع این نفاق؟ ببینید این در واقع یک فرافکنیه برای مضمون جلوه دادن اعتراضات کارگران رسمی شرکت نفت. این در حالیه که طبق ماده 10 ارزم به خدمت شما وظایف اختیارات وزارت نفت و ابلاغی رئیس جمهور در سال 94 برای به اصطلاح برداشتن محدودیت افزایش دستمزد در شرکت نفت انجام شد و امسال این افزایش رو بردن در چارچوب بودجه عمومی کشور و نظام پرداخت خدمات کشوری. اینها محق هستن اعتراض بکنن، چون واقعیت اینه که زمانی شرکت نفت یه جایی بود که هر کسی میرفت اونجا سرکار، به هر حال یکی از کلیدترین در واقع شریان اقتصادی ایران، شرایط خیلی خوبی داشتن.
با توجه به گرانی هایی که ببیشه در 3-4 سال گذشته رخ داده و هزینه زندگی و من به جایت میتونم بگم همین الان سبد هزینه یک زندگی فقیرانه زیر 15 میلیون تومان نیست، زندگی فقیرانه و کارگری زیر 15 میلیون تومان نیست، بنابراین اینها هم به شدت به لحاظ معیشتی تحت فشار قرار دارن. این که گفته میشه الان یه جایی که نمیدونم اینا 21 برابر نسبت به کارگران دیگه دریافت میکنن مربوط به نجومی بگیران شرکت نفته و نه مربوط اون به اون بدنی رسمی کارگران رفت، این حقوقها رو ندارن که 21 برابر الان کارگران پیمانکاری مثلا در جایی مثل اصلیه از 7 تا 10 میلیون تومان دریافتی دارن، 21 برابر میشه 210 میلیون تومان. من از همینجا میگم یه کارگرش رسمی شرکت نفت بیاد ببینه کجا 210 میلیون تومان داره حقوق میگیره. بله 210 میلیون رو آقایون آقازاده‌های مسلط بر شرکت نفت حتما میگیرن، ولی تا اونجا که به اون بدنه رسمی کارگران و کارکنان نفت برمیگرده امروز دیگه حتی حقوق نسبتا خوب اونها نسبت به سایر بخش‌های کارگری در ایران جوابگوی زندگیشون نیست، حق دارن اعتراض کنن و کارگران پیمانکاری و سایر بخش‌های نفت باید ازشون حمایت کنن و کارگرای رسمی از کارگران پیمانکاری حمایت بکنن. خیلی تلاش هست که این دو بخش رو رو در روی هم قرار بدن، در حالی که اگر یه خورده توجه بکنیم تمام مطالبات یک ریشه داره، یک خواسته، خواست معیشته. هم کارگر رسمی شرکت نفت خواستش معیشته، هم کارگر پیمانی است، هم کارگر پیمانی، هم کارگر پیمانکاری و کارکنان پیمانکاری، همه اینها ته خواست. آقای عظیم‌زاده، آقای عظیم‌زاده ببخشید، کارگر رسمی شرکت نفت الان چقدر حقوق میگیره در جنوب؟ من دقیق در جریان نیستم چقدر حقوق میگیره، ولی نسبت به کارگرای پیمانی این رو در جریان هستم که بیش از در واقع یک سوم کمتر میگیرن کارگرای پیمانی. یا مثلا کارگرای قراردادی به اصطلاح تقریبا استنتاج کنم که چقدر میگیرم. خب من قراردادی رو میدونم که مثلا چیز در حدود 2-2.5 و خب 3 برابرش کنیم میشه 7.5-8 تومن. این حقوق حالا مثلا نهایت 10 تومن، نه 12 تومن، نه شما بگو 15 تومن اصلا. خب بله، حتی اگر این باشه تا اونجا که بدنه کارکنان رسمی شرکت نفت برمیگرده به اون اکثریتش برمیگرده 15 تومان اصلا امروز واقعا شما تو تهران باید 5 میلیون 6 میلیون اجاره خونه بدی. بله. مطلقاً کفاف زندگی فقیران کارگری رو هم نمیده بودن. بله. ببینین اغلب خبرنگارهای کارگری در ایران میگن که همینطور که خود کارگران هم اعلام کردن که از خواسته هاشون این است که یکی از دلایل عمده اعتراضات اعتراض به همین شرکت های پیمانکاری متعدد در نفت و گاز. آیا شرکت های پیمانکار و واسطه رو میشه اصلا حذف کرد آقای عظیم‌زاده؟ چون این چیز عملی است. بله کاملا میشه حذف کرد. ببینید من همونطور که قسمت قبلی صحبتم اشاره کردم شرکت های پیمانکاری در جمهوری اسلامی در واقع ابزاری بودن برای اینکه از اون حقوق قانون کاری و رسمی کارگر هم اعوان انصار حکومت و وابستگان و نهادهای مالی و اون شرکت های تامین نیروی انسانی بتونن از اونجا هم چیکار کنن، دزدی بکنن. در واقع این یک تعرض بود به اون حداقلی که به ایجاد شرکت های پیمانکاری و بست و گسترش اونها که امروز در واقع تمام کشور رو، تمام صنایع کشور رو در بر گرفته، در واقع یک شیوه حمله به سطح معیشت طبقه کارگر و سرریز کردن منافع اون به جیب به اصطلاح صاحبان سرمایه و به ویژان هایی که سر در آخور ثروت و قدرت دارن بود. اینها این شرکت ها کاملا مثلا شرکت نفت الان، خب دهه 60 ما این شرکت های پیمانکاری رو نداشتیم، دهه 50 این شرکت های پیمانکاری رو نداشتیم. البته خب در یه سری مشاغلی که ماهیت دائمی ندارن، اینا الان مثلا شرکت نفت کارش مستمر و دائمیه، ایران خودرو کارش مستمر و دائمیه، صنایع گاز، صنایع معادن، پتروشیمی ها ماهیت مستمر و دائمی دارن. نیاز نیست یه گوشه کار رو. بله پیمانکاری در حدی که مثلا نیاز به ساخت و ساز تا یک مقطعی پروژه ای رو در واقع بگیرن و تموم کنن به این صورت در کارهای پیمانکاری یه کمی معنا داره در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، ولی در کارهای با ماهیت دائم ایجاد شرکت‌های پیمانکاری در واقع یکی از راه‌های حمله به سطح معیشت و شرایط کاروزیست طبقه کارگر در ایران و در هر کشوری که این شرکت‌ها دایر میشن. آقای عظیم‌زاده، این برجسته شدن احتساب کارگرای پیمانکاری نفت و گاز و اثرگذاریش در بخش‌های دیگر جامعه که نمودهاشو در گزارشی که بنده دادم و خودتون هم اشاره‌هایی کردین دیدیم، این چه ارتباطی با یعنی می شود؟ حتما می شود. من میخوام از زبان شما بشنوم که حداقل 30 سال فعال کارگری بوده اید و هستید و
چه ارتباطی با وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز کشور داره؟ یعنی دلیل مشترکی است، شما گفتید مسئله معیشت که مثل یه موتور واحد برای همه حرکت‌های اعتراضی همزمان عمل می‌کنه، ولی به هر حال گروه‌های اجتماعی پراکنده خواست‌های متفاوت دارن اینا که میان تو خیابون. چه ارتباطی میشه ایجاد کرد بین این وضعیت اعتصاب‌ها با وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه، سیاسی به ویژه؟ به نظر من نیاز نیست بخوایم به اصطلاح حتما تلاش بکنیم که ارتباط ایجاد بکنیم. این یک شرایط عینی این جامعه است، اقتصاد این جامعه، سیاست و سیاست گذاری در این جامعه یک وضعیت عینیه. در واقع ما با یک اقتصاد فروپاشیده مواجه هستیم، با اقتصادی مواجه هستیم که از سال 57 به این طرف تماما معطوف به سوداوری سرمایه، به نیروی کار ارزان بوده، تشدید استثمار طبقه کارگر بوده و امروز دیگه به جایی رسیده که دیگه واقعا جایی نداره. شما باید کاملا اقتصاد فروپاشیده امروز مواجه هستید. حکومتی که نمیتونه حتی قیمت مرغ رو دو ماه کنترل کنه، دو ماه ثابت نگه داره، قیمت اقلام اساسی زندگی رو دو ماه ثابت نگه داره و از اون طرف در مثلا فصل تعیین دستمزد نهایتا 25% 30% 35% حتی یه وقتایی مثلا به دستمزد کارگر اضافه شده، معلومه که این جامعه به امروز به اینجایی که امروز رسیده میرسه. به هر حال ما با اعتصابات، من اینجوری فکر میکنم به عنوان جمع‌بندی، خب من اینجوری فکر میکنم که ما با اعتصاب و اعتراض در بخش‌های مختلف جامعه به صورت روزمره مواجه هستیم و من فکر میکنم که اگر حکومت نتونه جواب این وضعیت رو بده، که به نظر من بعیده بتونه جواب این وضعیت رو بده چون کاملا اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده است، خب بنابراین این اعتصابات به نظر من به سرعت تبدیل خواهند شد به اعتصابات سراسری و سیاسی. در واقع شما این مسئله معیشت رو و این مسئله فلاکت در زندگی رو که امروز میلیون ها کارگر و مردم ایران با اون مواجه هستند، با شرایط سیاسی در ایران، با اختناق در ایران به هر حال یکی بکنید. به هر حال شما خیلی از جوام هستن، دیکتاتوری هست مثل عربستان، ولی حداقل معیشت اونجا تامینه، یا حداقل معیشت تامین نیست مثل پاکستان، کارگر اتحادیه‌شو داره. جمهوری اسلامی کاری که کرده این بوده که هم صدای کارگر رو سعی کرده سرکوب بکنه، اعتراضات کارگری رو سرکوب کرده با همین صحبت‌ها. من الان تو این 20 سال گذشته چه کردم به جز این صحبت‌ها؟ به جز این صحبتش کاری نکردم. به قول شما مرتب زندان بودم و ده‌ها و صدها فعال کارگری، معلمان، دراویش. این حکومت حکومتیه که تیغ روی کل اقشار اجتماع جامعه در ایران کشیده، از کارگر، از درویش، از معلم، از زنان، پرستاران، و به این معنا میخوام بگم که تحت چنین شرایطی اون وقت اعتصاب کارگر سر معیشت به سرعت به نظر من میرسه که به اونجا که معنای سیاسی بکنه و چه بسا که به اعتصاب سیاسی منجر بشه تحت شرایط موجود. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای جعفر عظیم زاده عزیز، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. ممنونم از وقتی که دادید. فقط یک نکته کوچولو رو من بگم، اون نوع قراردادها تا اونجا که به شرکت نفت معطوف بود من 5 تا رو برشمردم. قراردادهای سفید امضا و خیلی داستانهای دیگه وجود داره که به طور کلی در این 5 تا دیگه. بله بله، ممنونم آقای عظیم زاده، تندرست باشید و درود بر شما. خب ببینید، درباره شرکت‌های پیمانکاری که موضوع اعتراض کارگران اعتصابی است، یکی از کارگرها به همین خبرگزاری ایلنا میگوید فرض کنید برای قرارداد تعمیرات پالایشگاه یک پیمانکار می‌آورد، همه چیز رو پالایشگاه در اختیار شرکت پیمانکار می‌گذارد، متریال سبک و سنگین و حتی غذای نفرات رو در اختیارش می‌گذارد. خود نفرات هم نفرات پالایشگاه هستند و معمولاً هر کدام چند سال سابقه کار در پالایشگاه دارن. خیلی مهمه این توصیف برای ما که نمی‌دانیم، کار نکردیم تو پالایشگاه تا حالا. شرکت پیمانکار مربوطه حتی نفر هم نمی‌آورد، اما ماهی چند صد میلیون سود خالص به جیب پیمانکار می‌رود. آخه چرا؟ ما می‌گوییم وقتی این آقای پیمانکار هیچ هزینه از جیب نمی کند، چرا باید سود کند؟ اصلا چرا باید باشد؟ چرا باید حقوق کارگران را گروگان بگیرد؟ بنابراین مهمترین و اصلی ترین خواسته ما کارگران پیمانکاری حذف پیمانکاران است. این پیمانکارا کیان که اینقدر حضورشون ضروری است؟ قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه اشاره کردم که در اول ریاست جمهوری رفسنجانی و با حکم رهبر جدید اون موقع جمهوری اسلامی، یعنی الان حضرت امام خامنه ای، در سال 1368
تشکیل شد. کاری که در حوزه های نفت و گاز میکرد این قرارگاه، اول غیر از سدسازی و راهسازی در حوزه نفت و گاز تجهیزات راهسازی به شرکت ها در بعضی جاها به ویژه اصلویه که تازه داشت گسترش پیدا میکرد کرایه میداد. بعد تو دولت احمدی نژاد وارد پروژه های بزرگ نفت و گاز شد، تا که وزیر نفتش هم سپاهی بود دیگه، تا جایی که امروز میبینیم که تقریبا تمامی پروژه های پارس جنوبی که بزرگترین پروژه نفت و گاز ایران است به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده با ترک تشریفات مناقصه. حالا نمونه خواهم گفت. سپاه پاسداران طبق گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه که میخواست رئیس جمهور بشه نشد، بله، با 5000 شرکت بخش خصوصی کشور در ارتباط، یعنی پروژه های بزرگ نفت و گاز رو میگیره، هر بخشش رو به یه پیمانکار جز مثلا میده، سود پروژه میره تو جیب سپاه، پیمانکاران با سپاه قرارداد میبندن. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در خصوص میزان سود قرارگاه از پروژه های عمرانی گفت طبق فرمولی که سازمان برنامه تعیین کرده سود پیمانکاران حدود 8% است. سپاه از کجا پول پروژه رو تأمین میکنه که بعد 8% سودش رو بده به پیمانکار مثلا؟ تمام تأمین مالی قرارگاه از مسیر خزانه دولت است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میزان طلب قرارگاه از دولت پیش از نوسانات ارزی رو حدود 42,000 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت با توجه به اینکه بخشی از مطالبات سنواتی است، در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم که پرداخت بخشی از این مطالبات در قالب بودجه 1400 داده شود تا مشکلی برای اجرای پروژه ها پیش نیاید. این که میگه کارگرا رو گروگان میگیره، اینجا مردم هم گروگان میگیره، یعنی از جیب مردم بدین به سپاه که ما به همین توضیحی که دادم دیگه به همین صورت بریم و پروژه های نفت و گاز رو پیش ببریم. بعد این پروژه ها چجوری به سپاه داده میشه؟ همین که گفتم با ترک مناقصه، به روال معمول سرمایه گذاری تو روزنامه رسمی اعلام میشود نخیر نمیشود، به مناقصه گذاشته میشود نخیر نمیشود. بذارین نمونه رو بگم. ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول 1100 کیلومتر و به ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار و خورده‌ای به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. قرارگاه خاتم صاحب 285 پروژه در کشور است. مجموعه قرارگاه در قالب 8 هلدینگ تخصصی، 40 مؤسسه و شرکت و 200,000 نفر نیروی انسانی که 48,000 نفر نیروی مستقیم خود قرارگاه هستند و الباقی نیروهای پیمانکاران هستند و حدود 5,000 شرکت پیمانکار خصوصی در کنار قرارگاه مشغول فعالیت هستند، سازماندهی شده است. این که بزرگترین پیمانکار سپاه پاسداران شکی نیست و بنابراین مشکل کارگرای نفت و گاز چه در عسلویه چه در مناطق دیگر جنوب مستقیما به کارفرمای این پروژه ها یعنی سپاه مربوط می شود. ولی خب این همه واقعیت نیست. واقعیت این است که سپاه یکی از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی است و بنابراین آقای عظیم‌زاده اشاره کردن که این اعتصاب ها شکل سیاسی می گیره و چون در همین قدم اول ببینیم مشکل کارگرها با حکومت کارفرماست، با کارفرمایی است که خود حکومته. یکی از خواستهای کارگرها افزایش حقوق ماهانه به 12 میلیون تومانه که اعلام کردند. اول ببینین حداقل دستمزد در سال 1400 چقدره. ببینین جدولش رو تا بنده خدمتتون عرض کنم. ببینین اگر بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات رو حساب کنیم به زور میشه مایی 3 میلیون و نمیدونم 300 هزار تا. کارگر پیمانی و قراردادی هیچ کدوم اینا رو هم نداره. حداقل هزینه زندگی چقدر اون وقت؟ خط فقر یک خانواده 4 نفره به 10 میلیون تومان رسیده از خودشون میگن. و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر میبرند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند. اینا آماری است که
آقای امام قلی تبار، حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده و نهاد حکومتی و عملا زنگ خطر رو به صدا در آورده برای مسئولان جمهوری اسلامی. تا پیش از این نگرانی ها درباره این بود که 20 میلیون خانوار ایرانی نیازمند کمک های معیشتی هستند. یارانه باید به 20 میلیون حتما داده بشه وگرنه از گشنگی میمیرن و برای استفاده از خدمات رفاهی و فرهنگی درآمد کافی ندارن. الان اما من این صحبت آقای امام قلی تبار براتون دارم میخونم. اکنون اما نگرانی ها درباره این است که نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی و پروتئینی را دریافت نمی کنند و به زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت. این وضع دو سوم جمعیت ایرانه. وقت ببینید نظام حکومتی که 42 سال پیش با شعار عدالت و مستضعف پناهی و اینا مستقر شد، چه شکاف عظیمی بین فقر و ثروت در جامعه ایجاد کرده. همین دیروز پیروز بود مجله اقتصادی فوربز گزارش داد که شمار افراد پردرآمد در سال 2021 سال جاری در ایران بالای 21% رشد داشته است نسبت به سال گذشته. بنوشته این مجله 250 هزار ابر میلیونر در ایران زندگی میکنن، منظور میلیونرهای دلاری ها. در سال 2020 سال گذشته شمار افراد پردرآمد در ایران 21.6% رشد کرده است. ببخشید، بله، میانگین، درسته، میانگین جهانی این مقوله در همین سال 6.3% بوده است. یعنی در ایران دو برابر متوسط جهانی رشد ثروتمندا رو داریم. ببینین من اینو تصحیح میکنم، این چپ و چول افتادن این اعداد در کاغذ اینجوریه. در سال 2020 بر اساس نوشته مجله اقتصادی فوربز شمار افراد پردرآمد در ایران 6.21% رشد کرده. میانگین جهانی چقدره؟ 6.3%. 3.6%. درست شد؟ 3.6%. یعنی در ایران دو برابر متوسط جهانی رشد ثروتمند داریم. ببینید رشد سریع میلیونرها در ایران بنا به نوشته فوربز رده ایران را از نظر شمار میلیونرها به رتبه 14 در جهان و رتبه نخست در خاورمیانه رسانده. باعث سبقت ایران از عربستان شده که با 210 هزار میلیونر سه پله پایین تر از ایران است. اینها هیچ عجیب نیست در مملکت امام زمان. بریم پرده آخر. اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا می اومد حدود 150 تاش در سال اول تولد می مرد. شب و روزگار خوش.